به نام خدا و سلام. در این ویدیو از فرادرس به معرفی رشته مهندسی برق، گرایش ها، حقوق، درآمد و بازار کار این رشته میپردازیم. با توجه به اهمیت انتخاب رشته و دغدغه دانش آموزان مخصوصا در سالهای آخر دبیرستان، در قالب ویدیوهای مختلفی رشته ها رو به شما معرفی میکنیم که بهتر بتونید انتخاب رشته انجام بدید و شناخت کافی و لازم رو از رشته های مختلف داشته باشید. در بخش اول باید ببینیم که اصلا رشته مهندسی برق برای چه کسانی میتونه مناسب باشه. این رشته برای افرادی مناسب هست که پیش زمینه قوی در دروس محاسباتی از جمله ریاضی و فیزیک رو دارن. در واقع این رشته برای افرادی جذاب خواهد بود که هوش محاسباتی بالایی رو داشته باشن. افرادی که علاقه دارند وارد رشته مهندسی برق بشن، باید بدونن که وارد یکی از سخت‌ترین رشته‌های دانشگاهی خواهند شد. به همین دلیل اشخاصی که خواهان انتخاب این رشته هستند، باید این موضوع رو در نظر بگیرند که تحصیل در این رشته نیاز به تلاش و کوشش فراوانی داره. کدوم دروس در دوره دبیرستان در رشته مهندسی برق بیشتر کاربرد دارند؟ رشته برق رشته‌ایه که نیازمند پایه ریاضیات قوی هست. همچنین در کتب فیزیک بعضی از دوره‌های تحصیلی دروسی از رشته برق توسط معلمان هم تدریس میشه. به همین منظور بهتره که دانش آموزان دروس ریاضی و فیزیک، البته قسمت‌هایی که مربوط به رشته برق هست رو جدی بگیرن و تمام مطالبی رو که در این دروس به اونها آموزش داده میشه رو به خوبی یاد بگیرن. همچنین بهتره آزمایش‌های فیزیک که مربوط به قسمت برق هست رو هم به خوبی انجام بدن تا با قسمت عملی این رشته آشنایی داشته باشن و پایه خودشون رو هم در این زمینه محکم کنن. گرایش‌های رشته مهندسی برق برای ادامه تحصیل رو بررسی کنیم. رشته برق دارای 4 گرایش اصلی: برق مخابرات، برق قدرت، برق کنترل و برق الکترونیک هست. البته به این نکته باید دقت کنید که از چند سال پیش بعضی زیرگرایش ها به دلیل گسترده بودن از گرایش اصلی جدا شدن. به عنوان مثال گرایش مهندسی پزشکی که زمانی زیرگرایشی از گرایش الکترونیک بود، هم اکنون از اون جدا شده. اما در دسته‌بندی ها برای مقطع کارشناسی عمدتاً از همین 4 گرایش استفاده میشه. در ادامه شرح مختصری در رابطه با هر کدوم از این گرایش ها خواهیم داشت. گرایش مخابرات. گرایش مخابرات به بررسی سیستم‌های مخابراتی به صورت سیستمی و مغناطیسی می‌پردازد. در این گرایش نحوه مخابره و انتقال اطلاعات در سیستم‌های مختلف مخابراتی بررسی میشه. به عنوان مثال در گرایش مخابرات نحوه انتقال اطلاعات از آنتن منازل به شرکت مخابرات بررسی میشه که میشه گفت یک مهندس مخابرات عموماً روی ارسال و دریافت اطلاعات تحقیق و پژوهش انجام میده و سیستم‌های مورد نیاز رو هم معرفی و طراحی می‌کنه. گرایش مخابرات خودش هم دارای زیرگرایش‌های مختلفیه. از زیرگرایش‌های اون میشه از مخابرات میدان که اکثراً با امواج الکترومغناطیس سر و کار داره، مخابرات سیستم که به طراحی سیستم‌های فرستنده و گیرنده به صورت سیستمی می‌پردازه و مخابرات رمزنگاری که در قسمت امنیت اطلاعات کاربرد داره اشاره کرد. گرایش قدرت. این گرایش قدیمی ترین گرایش رشته مهندسی برق است. در گرایش قدرت به بررسی سیستم های انتقال و توزیع برق پرداخته میشه. به بیان خیلی ساده میشه گفت که یک مهندس قدرت باید روی نحوه انتقال و توزیع برق از منبع اون که همون نیروگاه ها هستند به قسمت های مختلف اشراف کامل داشته باشه. البته امروز گرایش قدرت به زیر شاخه های مختلفی تقسیم شده. از مهمترین شاخه های این گرایش میتونیم به ماشین های الکتریکی که غالبا به بررسی موتورها و ژنراتورها میپردازه، سیستم های قدرت و فشار قوی که به طراحی و نحوه انتقال توزیع میپردازه و الکترونیک قدرت که تلفیقی از گرایش الکترونیک در قدرت هست و تعدادی از مداراتی که در الکترونیک با ولتاژ و توان پایین سر و کار دارند در قسمت قدرت با توان و ولتاژ بالا هم پیاده سازی میشن اشاره کنیم. به صورت خیلی ساده میشه مهندسی برق گرایش قدرت رو به این صورت تعریف کنیم. گرایش قدرت یعنی کار با قسمتی از برق که قدرت بالایی داره. به عبارت ساده ولتاژ و جریان بالا. گرایش کنترل. همونطور که از اسم این گرایش پیداست، در این گرایش به بررسی نحوه کنترل سیستم‌ها پرداخته میشه. در واقع یک مهندس کنترل باید سیستم‌هایی رو طراحی کنه که یک سیستم برقی رو بتونه به خوبی کنترل بکنه و با توجه به نیاز سیستم الکتریکی و الکترونیکی پایدار بمونه. که البته در برخی موارد نیازه که سیستم ناپایدار بشه. این گرایش نیازمند اطلاعات خوب در زمینه ریاضیات هست.
نکته قابل توجهی که در این قسمت باید مطرح بشه اینه که گرایش کنترل تا حد زیادی با ریاضیات سر و کار داره و به همین منظور اشخاصی که وارد این گرایش میشن تا حدی از برق دور خواهند شد. نکته مهم دیگری که باید به اون اشاره کرد این موضوعه که تمام سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی نیازمند یک قسمت کنترلی هستند و این قسمت از مهمترین بخش‌های هر کدوم از این سیستم‌هاست. به همین منظور یک مهندس کنترل باید در طراحی این قسمت تمام دقت خودش رو به کار بگیره. دانستن و یادگیری نرم افزارهایی مثل متلب در این گرایش خیلی ضروری هستند، چون در طراحی سیستم ها از این نرم افزار به شدت استفاده میشه. گرایش الکترونیک. در این گرایش همه چیزهایی که با اون سر و کار خواهید داشت بر اساس حرکت الکترون هاست و به همین دلیل این گرایش رو الکترونیک نامگذاری کردن. گرایش الکترونیک در واقع پلی هست بین تمام گرایش‌های برق که تا الان معرفی کردیم. اگه شخصی بخواد وارد چنین گرایشی بشه، نیاز داره که در زمینه‌های مختلفی اطلاعات داشته باشه. در گرایش الکترونیک به بررسی و طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی پرداخته میشه. البته باید به این نکته توجه کرد که الکترونیک هم مثل گرایش‌های دیگه زیرشاخه‌هایی داره. از اصلی‌ترین زیرشاخه‌های اون میشه آنالوگ یا طراحی مدارات مجتمع، دیجیتال و افزارهای نانو الکتریک یا همون دیوایس‌ها رو اسم ببریم. در گرایش آنالوگ به طراحی و ساخت مدارات مجتمع و غیر مجتمع پرداخته میشه. در گرایش دیجیتال غالباً به برنامه‌نویسی و کدنویسی پرداخته میشه و گرایش دیوایس نحوه طراحی و ساخت یک المان الکترونیکی رو بررسی میکنه. یک مهندس الکترونیک طرحهایی که مهندسین کنترل و مخابرات به صورت سیستمی طراحی میکنند رو باید به صورت مداری طراحی بکنه و بعد از انجام شبیه سازی اون رو بسازه. در این گرایش یادگیری نرم افزار مهمترین نکته است. یک مهندس الکترونیک خوب و موفق باید حتما نرم افزارهای مختلفی در زمینه طراحی مدارات رو یاد بگیره. همچنین در زیر شاخه های دیگر این گرایش هم به همین صورته و باید نرم افزارهای مربوطه رو به خوبی یاد بگیره. مهمترین دروس دانشگاهی رشته مهندسی برق کدوم هستند؟ شاید به جرأت بشه گفت رشته برق سنگین ترین رشته دانشگاهی برای دوره کارشناسی هست. با توجه به چارت دروسی که از وزارت علوم برای این رشته اعلام شده، میشه گفت که اکثر دروس این رشته مهم و سخت هستند. در ادامه به دروس مهمی که در ترم‌های مختلف باید گذرانده بشن اشاره می‌کنیم. در ترم اول، دروس ریاضی 1 و زبان برنامه‌نویسی. در ترم دوم، دروس فیزیک 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی 2 و آمار احتمالات. در ترم سوم، دروس مدار 1 که یکی از مهمترین دروس اساسی رشته برق هست و ریاضیات مهندسی. در ترم چهارم، دروس الکترونیک 1، ماشین‌های الکتریکی 1 و تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها. در ترم پنجم، دروس الکترونیک 2، ماشین‌های الکتریکی 2، مخابرات 1 و سیستم‌های کنترل خطی. در ترم ششم به بعد در رشته الکترونیک دروس الکترونیک 3، تکنیک پالس، معماری کامپیوتر، مدارهای مخابراتی که شاید به جرأت بشه گفت سخت‌ترین درس دوران کارشناسی در این دوره هست، تکنیک پالس و اصول میکروپروسسورها. در ترم ششم به بعد در رشته مخابرات میدان و امواج، آنتن، فیلترها و سنترها، مخابرات 2 یا همون مخابرات دیجیتال، مایکروویو و مدارهای مخابراتی. در ترم ششم به بعد در رشته قدرت، ماشین‌های الکتریکی 3، بررسی سیستم‌های قدرت 2، عایق‌ها و فشار قوی، الکترونیک صنعتی، اصول میکروکنترلرها و رله و حفاظت. اما فارغ التحصیل رشته مهندسی برق در چه کارها و صنایعی میتونه شاغل بشه؟ فارغ التحصیلان رشته مهندسی برق با توجه به گرایشی که در اون تحصیل خواهند کرد میتونن در قسمت‌های مختلفی مشغول به کار بشن. فارغ التحصیلان گرایش مخابرات میتونن در شرکت‌هایی که دارای قسمت‌های مخابراتی هستند شاغل بشن. به عنوان مثال این افراد میتونن در قسمت مخابرات سازمان صدا و سیما استخدام بشن. دانش آموختگان گرایش قدرت هم میتونن در نیروگاه‌های برق، وزارت نیرو و سازمان‌های از این قبیل استخدام بشن. دانش آموختگان گرایش الکترونیک با توجه به تخصصشون در شرکت‌هایی که روی طراحی بردهای الکترونیکی و شرکت‌هایی که در زمینه برنامه‌نویسی مشغول به کار هستند جذب میشن. دانش آموختگان گرایش کنترل هم با توجه به اینکه اکثر شرکت‌ها نیاز به مهندسین کنترل برای نظارت و کنترل سیستم‌ها و همچنین طراحی سیستم‌های کنترلی دارند، از شانس بیشتری برای استخدام برخوردار هستند. اما بازار کار رشته مهندسی برق به چه صورته؟
برخلاف این موضوع که شرکت‌های زیادی برای استخدام دانش‌آموختگان رشته برق وجود داره، اما در حال حاضر به دلیل اشباع شدن کشورمون از مهندسین برق در طی سال‌های اخیر، فرصت‌های شغلی برای این قشر یک مقداری کم شده. اما نکته حائز اهمیت اینه که در طی سال‌های اخیر به دلیل سختی این رشته و تمایل اکثر دانشجویان برای رفتن به رشته تجربی، خیلی احتمالش زیاده که بازار رشته مهندسی برق در آینده نزدیک رو به بهبودی بره و دانشجویان بتونن در سازمان‌های بسیار مختلفی مشغول به کار بشن. اما امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق در داخل ایران رو بررسی کنیم. رشته برق از رشته‌های بسیار قدیمی در کشورمون هست و به همین دلیل در اکثر دانشگاه‌های مادر و دولتی کشور و همچنین دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی امکان ادامه تحصیل این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فراهم هست. شاید بشه گفت که کشور ایران در پرورش دادن مهندسان برق یکی از قوی‌ترین کشورهای خاورمیانه و قاره آسیا به حساب میاد. همچنین به گفته رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه استنفورد آمریکا، دانشگاهی با رتبه 2 در بین دانشگاه‌های جهان، دانشگاه صنعتی شریف بهترین دانشجوهای رشته برق رو در دوران کارشناسی تربیت میکنه. اما ببینیم که امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق در خارج از کشور به چه شکلی هست. در خارج از کشور برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق فضای بسیار وسیع و گسترده‌ای وجود داره، امکاناتی که شاید به سختی بشه در ایران به اونها دسترسی پیدا کرد. به راحتی میشه با تحصیل در خارج اونها رو به دست بیارید. تحصیل در خارج از کشور برای مهندسین برق، علل خصوص گرایش‌های مخابرات و الکترونیک، برای آشنایی بیشتر با تجهیزات و امکانات میتونه بسیار عالی باشه. بحث مالی و زبان انگلیسی اصلی ترین چالش هایی هستند که یک دانشجوی رشته مهندسی برق برای تحصیل در خارج از کشور با آنها مواجه میشه. مورد اول نیاز به گرفتن مدرک آیلتس یا تافل داره، اما مورد دوم به این صورت قابل حله که شما باید برای ادامه تحصیل سعی کنید حتما بورس دانشگاه بشید تا مبلغی برای تحصیل نپردازید، چون مبلغ شهریه برای تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور بسیار بالاست. اما دروس دانشگاهی رشته مهندسی برق تا چه میزان نیازهای بازار کار رو پاسخگو هستند؟ اگر به صورت دقیق به چارت آموزشی این رشته دقت بشه، دروس دانشگاهی در رشته مهندسی برق تا ترم 5 به صورت مستقیم نیازهای بازار کار رو رفع نمی‌کنن، اما دروس ترم‌های 6 به بعد بسیار مهم میشن. باید به این نکته توجه داشت که حتما برای قوی کردن پایه و قوی شدن در دروس ترم 6 به بعد نیازه که دروس پایه رشته مهندسی برق به خوبی یاد گرفته بشن. در همین راستا نباید از یاد ببرید که اکثر دروس رشته برق برای وارد شدن به بازار کار مهمن و با توجه به گرایش مورد نظر باید اونها رو به صورت جدی فرا گرفت. همچنین باید این نکته هم در نظر داشته باشید که برای برطرف کردن نیازهای بازار کار، یاد گرفتن نرم افزارهای مرتبط خیلی مهمه. برای وارد شدن به بازار کار و پاسخگو بودن نیازهای اون، ضروریه که این نرم افزارها به درستی و به خوبی یاد گرفته بشن. در فرادرس مطالب زیادی در خصوص راهنمایی و معرفی رشته های دانشگاهی منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با سایر رشته های دانشگاهی کافیه به این لینک مراجعه کنید یا در گوگل عبارت فرادرس به علاوه معرفی رشته ها رو جستجو کنید. اگر تمایل داشته باشید میتونید این ویدیو رو با دوستان و آشنایان خودتون به اشتراک بذارید تا اونها هم در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنند.